هموطن عزیز سلام، وقتان بخیر. ما با هزاران نگفته و هزاران ناامیدی افغانستان ترک کردم، کشور خود ترک کردم، به دلیل از این که در اونجا آدم های مسلمان، ای که مسلمان واقعی است یا نیست من مفتی نیستم فتوا بدم، اما مسلمان هستن، کلمه میخوانن، نماز میخوانن و یک مفتی فتوای کشتن جوانهای مثل یما سیاوش را یا یوسف رشید را صادر میکنه برشان میتا این فتوا را و اونا میان ما را میکشن. من از اینکه کشتن نشوم افغانستان را ترک کردم. هیچ امکانات مالی برای فرار از افغانستان نداشتم متاسفانه. زمانی که از افغانستان برآمدم بیرون شدم، تمام دار و ندار ما $200 بود. بعد از اینکه قرضای خود خلاص کردم با $200 آمدم ترکیه و ممنون، مشکور، تشکر، سپاسگزاری از جمهوری ترکیه، از کشور زیبای ترکیه که بر ما موقتا پناه دادن در اینجا، خیلی سپاسگزار هستم. دستان رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان را میبوسم از دور و نمایندگی سیاسیشان در کابل بر ما کمک کردن، بر فامیلم، بر خانمم، بر طفلکایم مصور مزمل و بر ژاکلینم ویزه عاجل صادر کردن. ما تانستم که بیرون شوم و تشکر میکنم از کام ایر که با تخفیف خوب ما تانستم که تکت بگیرم و بیایم ترکیه. ما میخوایم یک چیز رو براتون بگویم که فکر کنین ترکیه را یا حکومت ترکیه را میخوایم با حکومت افغانستان ما مقایسه بکنم. فکر کنین ما وقتی که برای این مقام ترکی تماس گرفتم، ایمیل کردم که ما مشکل دارم، زیر خطر هستم، اونا خیلی به سرعت پروسس کردن تا اینکه ما آمدم ترکیه. اما باور کنین 2.5 ماه یا 3 ماه پیش برای مسعود جان اندرابی، آقای مسعود اندرابی وزیر کشور افغانستان، ما پیام کردم، از اونا به خاطر امنیتم میخواستم مشوره بگیرم، اونا جواب ندادن تا فعلا بر من. اینا لیره مقایسه بکنین با یک کسی که در قبال مید مسئولیت نداره، یک مقام ترکی ترک است، در قبال مید مسئولیت نداره، اما حس انسانی، بشر دوستیش به اساس حس انسانی مرا کمک کرد. فکر کنین من با آقای امرالله صالح در ماه اپریل دیدم، من میخواستم، اونا خودش من را به حضور پذیرفت، اما وقتی که انترویو خلاص شد من برآمدم، بعد از اون مرا تو در مسنجر بلاک کرد، نمیدانم که بلاک کرده یا خود مسنجر خود دیاکتیویت کرده، ایره نقل نمیدانم قضاوت بکنم، همکاری هیچ نکرد. من حتی با آقای وحید عمر تماس گرفتم ماها پیش، تماس های من را جواب نمیداد. آقای صدیق صدیقی جواب نمیده. فکر کنین برای تهیه گزارش وقتی که اطلاعات نیاز می داشته باشی، برای یک مقام افغان یا یک سخنگوی تماس، جاوید فیصل ماهاست مسیج من رو به جواب مانده. فکر کنین برای اطلاع رسانی اونا برای من جواب نمیتن، اما چی برسه به اینکه همکاری برای امنیتت بخواهی از مقام حکومت افغانستان. ایره مقایسه کنین با ترکیه که یک مسئولیت به من نداره، ترکیه برای من همکاری میکنه. من سپاسگزار هستم از ترکیه. من دوست دارم تا مدت که در ترکیه میمانم به کار خبرنگاریم ادامه بدم، اگر این نشوه حتی کارهای شاقه را انجام میدم به خاطر از این که طفلکایم بی سرنوشت نمانن. اما من متاسف هستم به کشور افغانستان که در اونجا هر روز کشتار میشن، مردم کشته میشن به نام اسلام، میان میکشن، میگن خدا گفت، خدا گفت که بکشی را و ما برم به بهشت 72 حور در آغوش بگیرم، به این خاطر ما را میکشن یا دیگرا را میکشن. یما سیاوش را کشتن، الیاس دایی را کشتن، فرشته محرم درانی ما را کشتن، سبان کاکر را کشتن، هنانزه را کشتن. الیاس خدا چی وضعیت از در افغانستان. میگن میریم صلح میکنیم، در دوحه رفتن، در شهر دوحه مشروبات در اختیارشان، میگن صلح میکنیم، مصروف شراب نوشی عیش و نوش هستن، هیچ کدامشان صلح نمیکنن. من آرزو دارم که افغانستانم صلح بیاید
و خیلی زود جنگ بعد شد که دوباره برگردم به کشور من تا من پشت خاکبادهای اما هوای آلوده و هیچ امکانات مالی برای فرار از افغانستان نداشتم متاسفانه. زمانی که از افغانستان برآمدم بیرون شدم تمام دار و ندار من $200 بود. بعد از اینکه قرضای خود خلاص کردم با $200 آمدم ترکیه و ممنون، مشکور، تشکر، سپاسگزاری از جمهوری ترکیه، از کشور زیبای ترکیه که بر من موقتا پناه دادن در اینجا، خیلی سپاسگزار هستم. دستان رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان را میبوسم از دور و نمایندگی سیاسیشان در کابل بر من کمک کردن، بر فامیلم، بر خانمم، بر طفلکایم مسعور و مزمل و بر ژاکلینم ویزه عاجل صادر کردن. من تانستم که بیرون شوم و تشکر میکنم از کام ایر که با تخفیف خوب من تانستم که تکت بگیرم و بیایم ترکیه. من میخوایم یک چیز را براتون بگویم که فکر کنین ترکیه را یا حکومت ترکیه را میخوایم با حکومت افغانستان من مقایسه بکنم. فکر کنین من وقتی که برای این مقام ترکی تماس گرفتم، ایمیل کردم که من مشکل دارم، زیر خطر هستم، اونا خیلی به سرعت پروسس کردن تا اینکه من آمدم ترکیه. اما باور کنین دو نیم ماه یا سه ماه پیش برای مسعود جان اندرابی، آقای مسعود اندرابی وزیر کشور افغانستان، ما پیام کردم، از اونا به خاطر امنیتم میخواستم مشوره بگیرم، اونا جواب ندادن تا فعلا بر من. اینا لیره مقایسه بکنین با یک کسی که در قبال مید مسئولیت نداره، یک مقام ترکی ترک است در قبال مید مسئولیت نداره، اما حس انسانی بشر دوستیش به اساس حس انسانی مرا کمک کرد. فکر کنین من با آقای امرالله صالح در ماه اپریل دیدم، من میخواستم، اونا خودش من را به حضور پذیرفت، اما وقتی که انترویو خلاص شد من برآمدم، بعد از اون مرا تو در مسنجر بلاک کرد، نمیدانم که بلاک کرده یا خود مسنجر خود را دیاکتیویت کرده، ایره نقل نمیدانم قضاوت بکنم، همکاری هیچ نکرد. من حتی با آقای وحید عمر تماس گرفتم ماها پیش، تماس های من را جواب نمیداد. آقای صدیق صدیقی جواب نمیده. فکر کنین برای تهیه گزارش وقتی که اطلاعات نیاز می داشته باشی، برای یک مقام افغان یا یک سخنگوی تماس، جاوید فیصل ماهاست مسیج من رو به جواب مانده. فکر کنین برای اطلاع رسانی اونا برای من جواب نمیتن، اما چی برسه به اینکه همکاری برای امنیتت بخواهی از مقام حکومت افغانستان. ایره مقایسه کنین با ترکیه که یک مسئولیت به من نداره، ترکیه برای من همکاری میکنه. من سپاسگزار هستم از ترکیه. من دوست دارم تا مدت که در ترکیه میمانم به کار خبرنگاریم ادامه بدم، اگر این نشوه حتی کارهای شاقه را انجام میدم به خاطر از این که طفلکایم بی سرنوشت نمانن. اما من متاسف هستم به کشور افغانستان که در اونجا هر روز کشتار میشن، مردم کشته میشن به نام اسلام، میان میکشن، میگن خدا گفت، خدا گفت که بکشی را و ما برم به بهشت 72 هور دوغوش بگیرم، به این خاطر مرا میکشن یا دیگرا را میکشن. یمای سیاوش را کشتن، الیاس دایی را کشتن، فرشته محرم درانی ما را کشتن، سبان کاکر را کشتن، هنانزه را کشتن. الیاس خدا چی وضعیت از در افغانستان. میگن میریم صلح میکنیم، در دوحه رفتن، در شهر دوحه مشروبات در اختیارشان، میگن صلح میکنیم، مصروف شراب نوشی عیش و نوش هستن، هیچ کدامشان صلح نمیکنن. من آرزو دارم که افغانستان هم صلح بیایه و خیلی زود جنگ بس شود که دوباره برگردم به کشور من تا من پشت خاکبادهای اما هوای آلوده و گرد و غبار کابل ده خاط شدم. گپ های دیگر میمانیم به روزهای بعد، فعلا خدا نگهدار.